شما دقت کنید صحنه رو بعد وقتی بازی بعد رفت رو سکو این دوباره این پارت قسمت چندم اختلافات شما و امیر قلعه‌نویی بود حالا حل شده الان من فکر کنم مسئله خانوادگی باشه مسئله خانوادگی اون هیچ وقت بیرون نیاد بهتر الان بس مشکلی نیست که بازی میکنه شما نه مشکلی ندارم بعد ها یه پارسال بود که بود در مورد شما جزء کاندیداهای بهترین بازیکن سال آسیا بودی بعد خب موقع کلا انتقاد زیاد بود نسبت به نحوه انتخاب الان من باهاش در مورد صحبت می‌کنم بعد یه صحبت که در مورد من ببین با هم بعد با هم صحبت می‌کنیم این بخش رو ببینیم بادل بود کارش درست بازیکن پرسپولیس استقلال بود تا 62 بار می آوردش بر اندازه 90 می آوردش بر اینا بود نه مخلص پخش شد و از تو برنامه 90 پخشش کردیم بود این سر اون موقع آخه میگه چیه این انتخابات کنفرانس فوتبال قبول داری که عجیب غریبه خداییش خب انتخاباتش درست نیست خدا من قبول مثلا الان امسال من خیلی احترام قائلم برای فرشید طالبی برای محسن بنگر برای فتو فراد مجید اما شما نگاه که مثلا تو شما بازی جام ملت‌های آسیا پارک بودید چیکار کرد بازی با هم ایران و کره اینا یه قانونی دارن شما کاری نمیتونید بکنید که اینا یه قانونی دارن خب قانونشون درست یا غلط اینا میگن بازیکنایی که میدونم داخل آسیا بازی میکنن آره خب شما دیگه خیلی بد است اصلا این انتخابات کلا من میگم آقا حتی فرشید طالبی و محسن بنگر تو همین کشور خودمون بازیکن بهتر نداشتیم اینا به بازیای اصلا به بازی لیگ نگاه نمیکنن میدونم من بازی آسیایی بازی آسیایی خوب بازی کرد. ملاکش آخه ملاک درستی ملاکا. خب میگم این دیگه ایرادی نیست که به بازیکن بخوای بگیری. خب شما این موقع ناراحت شده بودم میگم آقا آره درست عادی عقلی انت خیلی خوبه. اینا خانواده این نظر... آخه این نظر شما میگید که شما میگید یعنی ما خوب نبودیم یا محسن بنگر یا فرشید طالبی فرشید طالبی خوب بازی کرد که تیم رفته محسن بنگر تو بازی آسیایی خوب بازی کرده گل زده فراد مجیدی به نظر من که فکر میکردم فراد مجیدی به عنوان بهترین بازیکن بشه فراد مجیدی کلا یه بازیکنی که زیاد نوسان نداره یا 70 یا 100 آره خوب الان که الان فعلا ضعیفش 70 و الان هم که اگه قهر نباشه با کسی یعنی فراد مجیدی مورد بیمهری قرار گرفته به نظر من که نمیدونم جریان داخلشون ولی بازیکن بزرگی مثل آقای فراد مجیدی نباید یه همچین برخوردی به نظر من نباید برخوردشون اینجوری باشه اینجوری من یکی از احترامایی که صحبت میکنم همینه یه بازیکن بزرگی برای استقلال زحمت کشیده این همه تماشاچی ها من فکر کنم تنها ستاره‌ای که الان تو ایران باشه آقای مجیدیه. آره شما به احترام اینا خیلی پایبند هستید. فکر می‌کنم یک دلایل که الان چیز خانوادگی گفتید خودت خیلی به برخورده بودم احترامایی است که بعضی موقع شاید حالا یه مقاطع رعایت نمی‌شد یه سری اختلاف نظرها به وجود بود که خانوادگی بوده تمام دوباره داخل خانواده و این چند سال همیشه تو پس نقل انتقال صحبت بودی که شما میری پرسپولیس یه وقتم پرسپولیس شروع کردی دیگه تیم تو رده سنی پایین پرسپولیس بودی دیگه زمانه بنده وقتی با سن جوانان ولی برای امیدای پرسپولیس بازی می‌کردم. کی نخواست شما رو که سر از سایه پایین در آوردی؟ آقای عباس انصاری فر در یه مقطعی شدن رئیس باشگاه پرسپولیس. نه مربی کی بود که شما نخواست؟ مربی آقای پروین بودن که آقای پروین هم خیلی به من لطف داشتن. من مدیون ایشونم. ولی آقای انصاری فر، آقای عباس انصاری فر البته. بدون اطلاع آقای پروین منو انتقال داده بودم به سایپا و من رفتم سایپا یه جورایی برام خوب شد رفتم خدمت آقای مایلیکان ایشون هم که به من لطف داشتن و منو اولین مربی بودن که تو لیگ بازی میدادن خیلی چیز ازشون یاد گرفتم و مدیونشون هم تو لیگ بالاخره فوتبال هم سپاهان متوقف شد در مورد سوای قم بعد اینجوری بگیم چون سپاهان یا جز مدعیان قهرمان چطور بازی با سوا حالا بعدش کنم فکر کنم بعد از این وقفه‌ای که تو لیگ بود اون 40 روز بله ما بالاخره 5 تا 6 تا تو تیم ملی بودیم و خط جلومون تو تیم تمرینات خیلی کمی داشتن دیگه بالاخره تمرینات محدود میشه به نفرات کم نوع تمرینات فرق میکنه فکر کنم برای این وقفه لیگ بازی بدی نبود با اینکه زمینم افتضاح بود مساوی راضی بودید شما نه مساوی راضی نبودیم ولی داخل خونه حریف بود ما برای برد رفتیم برد امسال رقیبتون فکر می‌کنید کی واسه قهرمانی من گفتم به نظر من یعنی اول فصل گفتم
زوبان استقلال فکر کنم رای باز پرسپولیس بعد از این باختای متمادی که داشت فکر کنم دیگه شانسش کم باشه. بریم سراغ یه گل به خودیه که معمولا به رحمتی میزید اما خیلی با هم الان امسال خیلی دیگه اصلا خوب شده دیگه با هم دیگه خیلی با هم قرار نیست قرار بود اون موقع که گل به خود شکنون خواهر نبود خب توضیح میدی خیلی خوب زدی خداییش مالی که آره مالی که بودی؟ این که گل به خودی مانه این بازی استقلال و سپاهانه اینه شما گوشه بچه همون گل خود آره اولیه یه رو بازی با پاس همه اون سال یکی از اون سال حالا دیگه بحث مقصری این چیزا نیست اون سال یه سال فوق العاده بد بود برای من مهدی رحمتی سال خوبی نداشت اما هم من هم مهدی سال خوبی نداشتیم و مهدی به نظر من اشتباه کرد از سپاهان جدا شد چون چند سال وقفه افتاد مهدی میتونست همون موقع گلر تیم ملی بشه گلر اول تیم ملی بشه به نظر من اشتباه کرد از سپاهان جدا شد میتونست مثلا دقیقه 93 توپ بعدو در آورد از این داشت گل میخورد دقیقه 92 مهدی همیشه بالاخره گلر خوب ازش هم انتظار میره اگه اینا رو نگیره دیگه مهدی رحمتی نیست بعد یه تصویر پخش میشه خودت صحبت کن در مورد این تصویر چیز عجیب غریبی نداره نه ما چیز عجیب غریبی نداریم کلا این شما کلا به سرخیو راموس خیلی علاقه داری؟ اتفاقا اصلا از بازیش خوشم نمیاد. جدی؟ عشان تیپ تا شبیه میکنه قبول داری؟ من نمیتونم قبول کنم که اصلا تصادفی شده اینجوری. من چند سال موام بلنده. همین دقیقا این تل سفید میبنده شما سفید میبندی. مشکی میبنده شما مشکی میبندی. شالا میخوای شما باور کنی خب باور نکنی اصلا من کاری به اون ندارم. بابا خیلی شبیه من حالا. خب موام شبیه من چیکار کنم؟ یه شما بگی تصادفی اینجوری شده تصادفی من خب بالاخره این یه تیپی بود که انتخاب کردم توی پیرانم چون سفید بود تو لیگ این تیپا رو میزنی فقط تیم ملی این تیپا رو میزنی من نه بازی پرسپولیس نگاه کنید همینطوری بود این مشکلی نداره حالا امروز هم اینجوری بودی امروز هم اینطوری بودم سفید یا مشکی نه من چون میگم لباس تیم ملی چون سفید بود سفید زده بودم اینا امروز زرد زده بودی ندارم زرد نه زرد بگیرم زرد میزنم و اگه صحبتی داری؟ نه صحبت خاصی نیست تشکر از شما و امیدواریم که این مباحث یه روزی جمع بشه و یه روزی تیملی؟ بله این درگیری هایی که همیشه هست یعنی ما همیشه بعد از باختا یه همچین نقدایی هست اون روزی هم که میبریم به نظر من اون روزی که میبریم باید همه نقد کنن و ما بازی کره شمالی شما میتونید ببینید ما زیاد خوب بازی نکردیم یعنی اصلا خوب بازی نکردیم یه بازی بود شبیه بازی کره جنوبی حالا کره شمالی ضعیف‌تر از کره شمالی کره جنوبی ولی ما بردیم بازی هیچ کی امارات خیلی خوب بازی کردید بازی نیمه دومش مثلا خب امارات نیمه دومش مخصوصا فقط نیمه دومش خب نیمه دوم به نظر من اینجوری بود چون امارات فکر کنم فهمیده بود عراق گل زده و دیگه رویش از دست داده بعد جوری افت رویه کردن چون تیمشون هم کلا تغییر کرده خیلی هاشون تغییر کردن جوان زیاد تو تیمشون داره و افت رویه کردن و بازیکنهای ما هم نیمه دوم بالاخره اونا بازی نکرده بودن تو اونجا یه نیمه بالاخره طول میکشه بازیکن تا بیاد خوش آداپته کنه به شرط مسابقات نیمه دوم بازیکن تیم ما خودشون پیدا کردن و خوب بازی کرد. و امسال توی تیم سپاهان شما سه تا دفاع وسط خوب دارید شما هستید سید جلال هست و محسن بنگر یه مقطع بنگر نیمکت نشین شد چطور می‌بینی حضور این سخت نمی‌کنه کار و رقابت شدید نیست خب این یکی از عواملی که باعث میشه ما همیشه آماده باشیم همیشه سر تمرین ما باید سخت کار کنیم که بالاخره هر آن امکانش هست یکیمون بشینه بیرون این همه شما تمرین میکنید و سختی میکشید ابراهیم توره بالا میشه میره خونهشون رو بر نمیگرده نمیخنده به شما مثلا میره هر دفعه 15 روز 20 روز سر کار میذاره همه رو این عادت هم شده این بدقولیاش بازیکنان موزه نمیگیرن حالا چرا موزه که میگیرن و حتی آقای قرنایی هم برخورد کرده و این دفعه خدا رو شکر اومد یعنی اول از 15 روز 20 روز دیرتر اومد هر دفعه یکی این خاطر بود که این بازی سوابطری رو نمیتونست بازی کنه و یکی همی که جانویه بود و
ایدشون بود، حالا نمیدونم همینجوری فامیلاشون یه طورشون میگه سر ساختمان پارسال که دیر اومد و میگم واقعا قلنه که برخوردی که کردن الان امسال آقا اول فنش، یعنی اگه قدر خودشون میدونست میتونست تو اروپا مثلا بازی کنه، یعنی واقعا خیلی خوبه. خب یکی از شرایطی که الان شاید نتونه بازی کنه همینه دیگه، بالاخره انضباط مهمه. چون کریستیانو رونالدو میبینه همیشه نفر اول سر تمرینه، ولی بعضی از بازیکن‌ها میخوام بیان سر تمرین تازه سر تمرین کفششون. اصلا راموس رو قبول نداری؟ کیو قبول داری؟ نه که قبول ندارم، نه اصلا بهش فکر نمی‌کنم به اون دفعه. من خودم شخص من لیلیان تورامو آلساندرو نستا کنم بهترین دفاع دنیا. خیلی ممنون آقای عقیلی. قربان شما. تشکر میکنم شما بریم بازی تیمتون سپاهان در برابر سبای قم. ببینید سری به سوال پیام کوتاهمون هم بزنیم، ما ببینیم آمار به چه ترتیب پرسیدیم که آیا عدم استقلال فدراسیون در ناکامی اخیر فوتبال موثر میدانید؟ یک بلی دو خیلی 1,193,000 نفر شرکت کردن در مسابقه پیام کوتاه ما که 92% شده بشه 92. خیلی ممنون آقای عقیلی. بریم سبای قم سپاهان رو ببینیم بعد در خدمت برنامه ادامه خواهیم داد.